گرمترین سلام ها به همه شما دوستان عزیزم. سودابه یزدی برنت هستم و صبح بعد از ظهر و شب خیلی خوبی رو برای یکایکتون آرزو میکنم. دوستان عزیز، خیلی وقت من استودیو نیومدم و یه ذره غریبه شده بودیم در استودیو، ولی دیگه امروز اومدیم شما رو ببینیم. برنامه امروزمون راجع به کاهش وزنه، داستانی که هیچ وقت حل نمیشه و در همه جای دنیا بیزنسی هستش که مولتی بیلیون دلار داره خرج میشه، ولی ما هم که هیچ کدوم لاغر نمیشیم و از این داستانا. خلاصه امروز میخوام خدمتتون بگم دوستان عزیز، برای اینکه ما بخوایم واقعا کاهش وزن داشته باشیم از راه درست و صحیح که قرص های لاغری هم کاری واقعا نمیکنن. خود بنده هم تا دلتون بخواد حدود 15 نوع قرص لاغری دارم، ولی اینها به تنهایی هیچ کاری نمیکنه، چون خیلی کامپوننت های متفاوت باید در همدیگه قاطی بشن که شما بتونین کاهش وزن داشته باشین. و یک قسمت بزرگی از اون تغذیه هستش، اینی که ما چی میخوریم، چقدر میخوریم، آلرژی های غذایی ما چیه، که اکثر اوقات دوستان فهم کنن که من که آلرژی غذایی ندارم، که همونطوری که میدونین رژیم غذایی من راجع به گروه خونی هستش و اینکه شما چه آلرژی های غذایی دارین، که همه ما طبق گروه خونیمون یک سری آلرژی های غذایی داریم. و بعد سر قسمت دیگرش اینه که شما میزان یا پورشن غذایی که میخورین چقدر هستش، سایزش چیه و اینکه چی میخورین و کی میخورین. اوکی، هرچی زمان بیشتر میگذره ما متوجه میشیم که واقعا گندم و جو و نونهای هول گرین برای ما خوب نیستن و کاملا اون تئوری قدیمی که اگر شما نون سبوسدار و همه اینا رو با هم دیگه بخورین خوبه، تمام اینها داره رد میشه، به خاطر اینکه ما میبینیم که اکثر افراد آلرژی دارن به گلوتن. و گلوتن چیه؟ یک تک امینو اسید که در گندم، جو و هر نوع گرینی که شما بخواین حساب کنین در اونها هست. بنابراین یک قسمت بزرگی قسمت غذای شما هست که چی میخورین. اگر علاقه من هستین در آنلاین کورس من که 18 تا کورس هستش، 3 تا کورس آخرش یکیش راجع به تغذیه است که عمیق ما میریم توی همه این داستانا، یکی دیگهش کاهش وزنه و یکی دیگه ورزشه. یه قسمت بعدی ورزشه، شما چقدر ورزش میکنین، و در اونجا من توضیح دادم که ما بادی تایپ های مختلف داریم. فرضاً ادرینال بادی تایپ، کسی که استرس زیاد داره و غده ادرینال زیادی ترشح میکنه، اونا ورزش زیادی براشون خوب نیست، چون خود ورزش در واقع یک استرسی روی بدن هستش که بیشتر کورتیزول ترشح میکنه. اوکی، پس اگر شما فرم بدنتون آدرینال هستش، با کسی که تیرویدیه، با کسی که بادی تایپ لیور بادی تایپ بهش میگیم یا فرم کبد، هر کدوم از اینها ورزششون با همدیگه فرق میکنه که من در آنلاین کورسم در قسمت ورزش کاملا اینها رو توضیح دادم. اما دوستان یه قسمتی که همه ما فراموش میکنیم این هستش که 70% تا 80% آرامش اعصاب ما و ترشح هورمون ها هستن که اکثر ماها زیر استرس میخوایم غذا بخوریم، زیر استرس میخوایم ورزش بکنیم و بعد اعصابای خراب، فکرای قرقاتی، این ذهن ما 24 ساعته داره با سرعت 180 درجه میچرخه، بعد ما تعجب میکنیم که چرا من لاغر نمیشم. نتیجتا میخوام ازتون دعوت بکنم میریم یه تیکه از ویدیوی جدید DVD مدیتیشن من رو مشاهده بکنیم، برمیگردیم میایم. امروز به شراین اومدیم. شراین یکی از جاهای تقریبا مال بودیزم هست، مال یوناندا پروگاندا، که خیلی مریدهای خیلی زیادی داره، جای فوق العاده زیبایی برای مدیتیشن و کلاس های زیاد مدیتیشن اینجا گذاشته میشه. بنابراین هر از گاهی ما میایم اینجا برای اینکه به اون آرامش برسیم. کلن مدیتیشن دوستان فرم های متفاوتی داره، ولی یکی از ساده ترین متد های مدیتیشن در واقع این هستش که ما روی نفس تمرکز میذاریم و هر زمانی که فکر میاد، نه اینکه ما بتونیم فکرها رو ببندیم یا به جنگ فکرها بریم،
ولی فقط به محضی که فکر به وجود میاد اون فکر رو رهاش میکنیم و میام روی نفس دو مرتبه. اکثر اوقات افراد فکر میکنن این ذهنی که من اسمش رو میمون میذارم، اگر شما در نظر داشته باشین که فرضاً یک میمونی که مرتب داره از این شاخه به اون شاخه میپره، بعد فرضاً دو سه تا لیوان شرابم بهش بدین و این میمونه یه مقداری تیپسی بشه و مست بشه، بعد حدس بزنین که فرضاً یک خرچنگ یا خرچنگم نه عقرب هم این میمون رو گازش بگیره. نتیجتاً این میمونه دائما داره از یک شاخه به یه شاخه دیگه میپره و این طوری هستش که ما ذهن رو معنی میکنیم. پس قبل از اینکه شما میخواییم به مدیتیشن بشینین، به خاطر داشته باشین که شما با یک اپوننت یا یک دستگاهی که کارش مرتباً فکر ساختن هست روبرو هستید. نتیجتاً با این انتظار بشینین که این فکر دائما میخواد توجه شما رو بگیره، شما رو به گذشته ببره، شما رو به آینده ببره، ولی تمرین اصلی اینه که مرتباً اون فکر رو قطعش کنین مثل یه قیچی و برگردین توی این لحظه و این سکوت. با هم دیگه یک واکینگ مدیتیشن انجام بدیم. تمرکز رو بیارین روی قدمتون. با هر قدمی که میزنین میتونین بشمارین. فقط تمرکز روی نفس و هر زمان که فکر شکل میگیره بهش توجه نکنیم، فقط اجازه بدیم که رد بشه. کاملا در بدنتون حضور داشته باشه. ببینید توی بدنتون چه احساسی داری. تمرکزتون روی سرتون بیاری. احساس کنین که نور داره از اون بالا وارد سرتون میشه. سر شما کاملا باز میشه و همه اون نور رو دریافت میکنی. آهسته اون نور میاد توی پیشونی شما. چشم سفوم شما باز میشه و شما همه زیبایی های باشه.
در جنگل لب دریا. فقط در این لحظه حضور داشته باشی. صدای موج‌های دریا رو می‌شنوی. برهنه روی ماسه ها را میری، آب دریا را حس میکنی، نور خورشید را بگیری، آزاد، رها. بله دوستان عزیز، این ویدیو جدید مدیتیشن بود. فکر کنم همتون خوابتون گرفت و رفتین به فریبا جون، شما خوابت گرفت. بله دوستان عزیز، تا اینجا هستیم در این 37 سالی که من در امریکا هستم، در واقع 4-5 سالی میشه که من هیچ ایونتی در لس آنجلس نداشتم و خیلی دوستان همیشه هر وقت من رو میبینن میگن سودی جان چرا شما یه برنامه سمینار ایونت در لس آنجلس نمیندازی؟ بنابراین دیروز جای شماها خالی، دوتا از دوستان عزیزم اومدن پیش من که در ایونتی که من میندازم، چون ایونت های من از اول تا آخرش موزیکه، بنابراین بچه ها اومدن که یه چند دقیقه با همدیگه یه تمرینی بکنیم و ببینیم که موزیک رو چجوری میخوایم جلو ببریم. و همونطوری که گفتم، چون یکی از دوستانمون از خارج از کشور اینجا هستن، یه دفعه تصمیم گرفتیم که این یک شنبه که میشه 12 نوامبر یه سمینار اینجا داشته باشیم. از ساعت 1 تا 4 خواهد بود. برای همه دوستانی که علاقه من هستین که تشریف بیارین، تمام اطلاعات من که اونجا نوشته شده، از شماره تلفن، ایمیل آدرس های من sudiyazdi@yahoo.com، سودی برنت شماره 11@gmail. الانم که ما خیلی 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 روی اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک فعال هستیم، بنابراین دوستان عزیزی که به من همکاری میکنن جوابگوی سوال های شما خواهند بود. و در ماه آینده، در ماه دسامبر، که من سمینارم رو در 3 روز در استانبول خواهم داشت، 13-14-15 دسامبر، و 2 روز هم در قونیه هستش که در اون زمان، دلیل اینکه ما میخوایم تو اون زمان بندازیم چون مولانا استاد بزرگ در اون روز فوت شدن، نتیجتا زمان خوبی هستش برای اینکه ما بتونیم در قونیه باشیم و این برنامه ها. ولی میریم یه چند دقیقه از برنامه که این برنامه ایونت من نیست، ولی فقط تمرین موزیک خودمونی ما بوده، اونو نگاه میکنیم و برمیگردیم. نمسته، ویلکام، تیک ا دیپ برث. Inhale and exhale. Be here, fully present. Universal light. Open up your crown chakra.
feel the light. As it enters through your whole body. بله دوستان، این سمینار یا ایونت به زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود، به خاطر اینکه اینجا دوستان زیادی من دارم که امریکایی هستن، پس هر دو زبان خواهد بود و میتونیم، خوشحال میشیم که شماها رو ببینیم. ما داریم اولین ایونت رو، چون میگم من خیلی وقته که اینجا ایونت انداختم، خیلی کوچیک داریم میندازیمش. نتیجتاً دوستانی که علاقه من هستین تشریف بیارین، زودتر تماس بگیرین، به خاطر اینکه همونطور که گفتم جای ما کوچیک هستش و محدودیت داریم برای افرادی که میخوان تشریف بیارن. خب پس برگردیم روی قسمت کاهش وزن ما. دوستان عزیزم، به خاطر داشته باشین که همه ما خیلی تند داریم حرکت میکنیم و کلن ما تماسمون از طبیعت، از حیوانها، از همه چی جدا شده و اون زمانی که من و شما واقعا اون آرامشی که بیرونی نیست، در درونیه بهش میرسیم و اون زمان رو برای خودمون میذاریم، 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت که مدیتیت بکنیم و یه مقدار یاد بگیریم که این افکار رو آهسته ترش بکنیم، چقدر اون پروسس کاهش وزن من سریعتر انجام میشه. و همونطوری که گفتم دوستان، زمانی که ما زیر فشار فکری و روحی هستیم، یکی از چیزهایی که ما خیلی باش روبرو میشیم کمبود انرژیه و افراد فکر میکنن که با قهوه بیشتر، با کافئین بیشتر میخوان انرژیشون رو بیارن بالا، ولی ما متوجه نیستیم که یکی از هورمون‌های فوق‌العاده مهم و مؤثر در کاهش وزن ادرینال هستش و چون اکثر افراد زیادی استرس دارن امروز، غده ادرینال وقتی که زیاد ترشح میشه، در این حال کورتیزول زیاد ترشح میشه و زیادی کورتیزول مثل سم میمونه و بعد ادرینال وقتی زیادی ترشح میشه به غده تیروئید حمله میکنه، نتیجتاً شما مشکل تیروئید کمکار پیدا میکنین. بعد هر چقدر که شما میخواین روی قسمت تغذیه و ورزشتون کار بکنین مؤثر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی کورتیزول زیادی توی بدن ترشح میشه، یکی دیگه از اتفاقهایی که میفته این هستش که شما باکتریای خوب معدتون رو از دست میدین و اکثر افراد فراموش میکنن که به جای اینکه ما به دنبال قرص لاغری باشیم، شاید اگر من یه ساپلمنتی دارم به اسم ادرینال سپورت، که ادرینال سپورت 8 تا گیاه متفاوت توش هستش که کمک میکنه که غده ادرینال بتونه دو مرتبه خودشو بازسازی کنه و جلوی ترشح زیاد کورتیزول رو میگیره و بعد در این حال زیادی ترشح شدن کورتیزول باعث میشه که شما بدنتون شروع میکنه اینفلمیشن پیدا میکنه و هرچی که زمان میگذره ما بیشتر میبینیم که حتی افرادی که چاق نیستن شکمشون خیلی باد میکنه و امروز یکی از مشکلهای اساسی هستش. اگر شما میخواین لاغر بشین، یکی از مسائل فوق‌العاده مهمش میزان باکتری های خوب گاتس یا روده و معده شما هست. اگر شما پروبایوتیکستون رو بالاتر بیارین بیشتر بهتون کمک میکنه تا اینکه شما فرضاً برین یه قرص لاغری استفاده بکنین که ممکنه توی اون گرین تی، من قرص لاغری دارم که توش چای سبز هستش، آسیا بری هست که یکی از بهترین انتای اکسیدنت ها هستش، گارسینیا کمبوجیا توش هست، گارسینیا کمبوجیا هم که یک میوه هستش که فوق العاده به یعنی چیزم تحقیقاتم نشون دادن که به کاهش وزن کمک میکنه. در این حال رازبری کیستون توش هستش، رازبری کیستون هم چیزی هستش که جلوگیری میکنه از فری رادیکالز ها. دلیل این که به ما میگن که اگر شما یکی دو تا لیوان شراب قرمز بخورین خوبه، به جوانیتون کمک میکنه، در واقع همون فرمنتیشن یا اون رازبری کیستون هستش. بنابراین من مجموعه خوب برای لاغری دارم ولی اون به تنهایی کمک نمیکنه اگر که این بخش های دیگه درست نباشه و جای خودش نیفتاده باشه. فریبا جان، من چقدر وقت دارم از برنامه عزیزم؟
فریبا فراموش کرد که من چقدر زمان. یه دقیقه دیگه وقت دارم. اوکی. دوستان عزیزم همه تون رو میبوسم. فراموش نکنین کسانی که علاقه من هستین برای سمینار استانبول و قونیه من تشریف بیارین، زودتر ثبت نام بکنین در تاریخ 13-14-15 و بعد 17-18 در قونیه خواهد بود. دوستانی که در لس آنجلس تشریف دارین در روز 12 نوامبر ما از ساعت 1 تا 4 ایونت من برقرار خواهد شد که برای ثبت نام اقدام بکنی و برنامه رو تموم میکنم با یه تیکه دیگه از کارهایی که ما توی ایونت من انجام میدیم. الکس رو که میبینین دیجیریدو میزنه که یک ساز مال استرالیایی اینو معمولا ساخته میشه، الکس ایرونی هستش اینجا متولد شده و جیمی هم مال نیویورک هستش. با این تیکه برنامه رو تموم میکنم. روز و شب فوق العاده خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده. I love you. Welcome. Namaste. This is a healing group. I'm Sudhi Burnett with Alex and Jamie. Relax. Be open to receive the healing energy. Beautiful. Be present. You are here to receive the divine light and energy. Open your crown chakra. Allow the divine light to enter your body. Allow your third eye to open and receive the divine light.